مخالفت مجلس با محدود شدن نامزدی نظامیان در انتخابات. آیا رئیس جمهوری بعدی ایران از سپاه می آید؟ از میهمانان این 60 دقیقه می پرسیم که آیا یک رئیس جمهوری نظامی پاسخ به شرایط امروز ایران است و اصلا چرا نظامیان؟ آخرین یلدای قرن متفاوت از همیشه، از سرکشی قیمت ها تا یاد آنهایی که کرونا با خود برد. و در بخش ویژه یلدای برنامه 60 دقیقه امشب، یلدا در آینه تاریخ و ادبیات، نگاهی میکنیم به اینکه نمادهای سفره این شب چه معنایی دارند. جشن یلدا برای فارسی زبانان در سراسر دنیا، طولانی ترین شب سال با شعر و موسیقی. شب بلند و تاریک، اما اهل خونه جمعن یک جا، بچه ها باشو بیدارن پا به پای مامان و بابا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کمتر از 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده. از همین حالا که چند چهره نظامی به صف شدن، احتمال حضور نظامیان در رأس دولت تبدیل به موضوعی پردامنه و بحث برانگیز شده. امروز مجلسی که پایگاه جناح محافظه‌کار تندرو به حساب می آید، با اکثریتی قاطع پیشنهاد حذف یکی از بندهای قانون انتخابات را رد کرد. بندی که شرایط داوطلبان را مشخص می کند و می نویسد فرماندهان عالی نیروهای مسلح با درجه سرلشکری و بالاتر می توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند. اینکه چطور می توانند چنین نظری را با توصیه مشهور آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مطابقت بدهند چندان روشن نیست. توصیه به پرهیز از حضور نظامیان در سیاست. بسیاری پیش بینی می کنند که انتخابات ریاست جمهوری این دوره در ایران بی رمق و کم رونق باشد، ولی آیا حضور نظامیان می تواند تنور انتخابات را گرم کند؟ اصلا چرا در این دور نظامیان زودتر و پرسر و صداتر از دیگران برای قبضه قدرت خیز برداشتند؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از ریحانه مظاهری. داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اقتصادی. رسیدگی به جزئیات طرح نمایندگان مجلس 11 ایران برای تغییر قانون انتخابات، طرحی که مبنای آن تعریف شرایط عمومی و اختصاصی افرادی است که می توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند. در جلسه امروز مجلس برخی از شرایط کلی نامزدها تصویب شد. اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم می توانند به عنوان داوطلب ریاست جمهوری ثبت نام بکنند. یکی از اهداف این طرح محدود کردن کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری بوده، برای جلوگیری از حاشیه هایی که هر سال با حضور تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان در انتخابات ایجاد می شود. اما این محدودیت ها انقدر زیاد بود که صدای بسیاری از مخالفان اصولگرای مجلس را هم درآورده. در شورای عالی امنیت ملی گفتیم فقط دبیر میتونه این کار رو بکنه، یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط دبیر میتونه این ورود رو داشته باشه. اصلاح بکنیم و بگیم اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام همشون این توانمندی رو دارن که در این انتخاب شرکت بکنن. شاید پرحاشیه ترین بحث این طرح تعریف اصطلاح رجل سیاسی باشد. رجل مذهبی یا رجل سیاسی؟ یک رجال مذهبی، دو رجال سیاسی. یعنی در قانون اساسی است. در قانون اساسی اصل 115 قانون اساسی رجال مذهبی و رجال سیاسی، این هر دوش لحاظ شد. متوجه نشدم. الان کسی که میخواد رئیس جمهور بشود باید هم رجل مذهبی باشد هم رجل سیاسی؟ بله. با ابهاماتی که واقعا تو بحث حقوقی هست و بر اساس تعریف جدید در طرح مجلس، رؤسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، افرادی که حداقل دو دوره نماینده مجلس بودند، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند از رجال سیاسی محسوب می‌شوند. اما این تعریف دوباره هم مشخص نکرده آیا زنان می‌توانند وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شوند یا نه. از نکات بحث برانگیز این طرح، مسئله امکان حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری است.
بر اساس طرح فعلی، داشتن 6 سال سابقه فرماندهی عالی نیروهای مسلح یا داشتن درجه سرلشکری و بالاتر میتواند شرط نامزدی در انتخابات را تضمین کند. یک فضای گفتگوی از موضع قدرت به عزت با خارج رو میتونم فراهم کنم. حسین دهقان، مشاور آیت الله خامنه‌ای در صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، اولین نظامی بود که به طور رسمی برای شرکت در انتخابات پیشرو اعلام نامزدی کرد. فصل مناقشات جدال سیاسی در کشور تمام شده. فکر میکنم جریان سیاسی امروز به این عقلانیت رسیدن که اون چی که مهم است پیگیری خواستای مردم قبل از پیگیری خواستای حزبی و گروهی. محسن رفیق دوست از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران هم از مدافعان حضور نظامیان در سمت ریاست جمهوری است. اون 6 سال صنایع نظامی ریخته شد که امروز داریم نتیجه میگیریم، که امروز ضد گلوله شدیم. او گفته اگر یک سپاهی رئیس جمهور ایران شود، یک سال مشکلات کشور حل میشود. طرح پیشنهادی نمایندگان برای تغییر قانون انتخابات آبان ماه به تایید رسید، اما 72 رأی مخالف هم داشت. گردونه رو ما تنگ نکنیم. مخالفان این طرح میگویند به نظر میرسد این تغییرات بیشتر به منظور تأثیر گذاشتن بر انتخابات پیشرو در سال 1400 طراحی شده باشد. از جمله علی صوفی، وزیر تعاون دولت محمد خاتمی، که گفته این طرح در صدد حذف جمهوریت نظام است. با شرایطی که اینها در کشور حاکم کردند و انتخابات آزاد را در انتخابات 98 کنار گذاشتند، نشان دادند مشارکت حداکثری را نمی‌خواهند و اعتنایی هم به مردم ندارند. 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس در تلاش برای نهایی کردن جزئیات طرحی هستند که در صورت تایید نهایی در شورای نگهبان در انتخابات 1400 مؤثر خواهد بود. تلاشی که مخالفان این طرح آن را مهندسی انتخابات برای روی کار آمدن چهره مورد نظر از سوی جناح نزدیک به قدرت در حکومت می دانند. ریحان مظاهری، بی بی سی. هوشنگ امیرحمدی، استاد توسعه و روابط بین الملل در دانشگاه راتگرز از شهر پرینستون در ایالت نیوجرسی آمریکا با ما هستند. آقای امیرحمدی معتقدند که جامعه ایران در شرایط فعلی نیازمند نظم و انضباط است و برای همین شکل‌گیری دولت نیمه نظامی اجتناب ناپذیر شده. و همینطور رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ما هستند. آقای علیجانی معتقدند که نظامی‌ها خودشان بخشی از مشکل ایران هستند، نه راه حل اون. در نظر آقای علیجانی مشکل ایران استبداد مطلقه، انزوای مطلقه و عدم شایسته سالاری و در هر سه مورد نظامی‌ها هم از مقصرهای اصلی هستند. سال اول رضا امیرحمدی می‌پرسم، آقای امیرحمدی چطور کار حکومت ایران به اینجا رسید که الان بیشتر از گذشته و بلندتر از گذشته حرف از احتمال آمدن یک نظامی در رأس دولت؟ من خیلی متشکرم. اول برای بینندگان عزیزتون سلام دارم، به شما در بی بی سی و دوستان دیگرم یلدا رو تبریک میگم. عرض کنم حضورتون که در 42 سال گذشته یه نظامی سر کار بوده که مذهبی تئوکراتیکه و در رأس این نظام روحانیون بودن. این روحانیون از همون روز اول هم آقای خمینی گفته بود که قرار نبود بیان حکومت کنن، متاسفانه اومدن و این کارو کردن و کشور رو به این وضع رسوندن. بعد نیروهای دیگر جامعه از اصلاح طلب تا نظامی تا اصولگرا و نیروهای مخالف حکومت هم این وسط فقط دنبال روی کردن و یا اینکه چاره دیگه هم نداشتن تو گوش بدن، چون به هر حال این حاکمین مذهبی تونسته بودن یک سیستم خیلی به اصطلاح امنیتی نظامی خوبی رو در جهت حمایت از خودشون و حفظ نظام به کار بگیرن. متاسفانه اما یا خوشبختانه نمیدونم، به هر حال این حکومت دچار دردسرهای اساسی شده از طریق تحریم خارج و از همه مهمتر سوء مدیریت داخل از طریق همین نیروهای روحانی و نزدیکانشون. جامعه ایران رو الان به یک جایی بردن که به نظر من یک تغییر اساسی رو اجتناب ناپذیر کرده. این تغییر اساسی میتونه از یه طریقه انقلاب بیاد مثل 57 که من امیدوارم نیاد، و یا اینکه درون همین وضعیتی که الان هستیم به یه راه حلی که شبیه بیشتر راه حلی که اروپای شرقی، کره جنوبی و امریکای لاتین و اینا داشتن برسیم، و اون که به هر حال یک نیرویی که سر کار بود مورد قبول نبود، مردم به نیروهای دیگر من جمله نظامی ها و غیره اومدن به یک گزاری رو تحمیل کردن به اون حاکمین که با
به عنوان گزار مذاکره محور معروف شد، negotiated transitions. من اعتقاد دارم جامعه ایران در همچین شرایطی قرار داره، یعنی وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت امنیت خارجی کشور، امنیت داخلی کشور، دزدی ها و دغل ها و این شکاف هایی که در جامعه ایجاد شده صحیح. اقتدار میطلبه. نکته اساسی اقتداره. جامعه ایران باید با یه اقتدار الان بره جلو، راه دیگه ای نداره. ایران محاصره است. جمهوری اسلامی هم از بیرون محاصره است و هم از درون در توسط نیروهای دیگرشون. این همچین وضعیتی رو شما با سوسول‌ها جلو نمیبری، با نیروهای مقتدر میبری جلو. دقیقا همون شرایطی بود که رضا شاه رو ایجاد کرد، یعنی بعد از انقلاب مشروطیت وضعیت جامعه به هم ریخته بود. بالاخره جامعه یه نفر رو آورد گفت آقا ما اینو میخوایم. آقای علی جانی شما چی فکر میکنید؟ سلام خدمت شما آقای امیر احمدی و بینندگان عزیز. من در ابتدا بگم هم ترسوندن مردم از نظامی ها و هم تبلیغ نظامی ها رو من عوام فریبی میدونم. اما آقای امیر احمدی یه کالای دیگه ای رو تبلیغ میکنن، ولی یه کالای دیگه ای رو دست مشتری میدن. اون چیزی که در مقدمه گفتند این بود که نظامی ها بیان روحانیون رو بیرون کنن، اون حرفیست که جناب آقای امیر احمدی از قدیم هم میزدن، و حکومت نظامی ها بگیرن دستشون. خب ما که درباره کودتا که حرف نمیزنیم، ما درباره انتخابات 1400 زیر نظر آقای خامنه‌ای و شورای نگهبانش بحث میکنیم. بنابراین کالایی که آقای امیر احمدی تبلیغ کردن کودتا بود، کالایی که دست مردم میدن همین نظامی ها رو بیاریم بکنیم، همه کاره بکنیم رئیس جمهور زیر نظر ولایت فقیه. ببینید مشکل اول ما باید ببینیم مشکل جامعه ایران چیه. مشکل ایران استبداد مطلق است در داخل، انزوای مطلق حکومت در جهان و عدم شایسته سالاری. نظامی ها هم همین حالا حکومت دستشونه. دو سه تا وزارتخونی، دو سه تا سوراخ سنبه هم اگه دستشون نیست، ما این سرطانی که کل کشور رو گرفته تو اون جهان تسری بدیم. این راه حل یعنی این. دوم اینکه نظامی ها یک تجربی هم پشت سر گذاشتن. یعنی دولت احمد اینجا دست اونا بوده، ورزش کشور دست اونا بوده، تیم سلام کجاست؟ بانکای نظامی ورشکست شدن، ادغام شدن در بانک سپه همین چند هفته پیش. اینها یه تجربی پشت سر گذاشته شد. شما هر پرونده فسادی رو در این مملکت ریشیابی میکنن، تش به یه سپاهی و به تو اینا میخوره. جاسوسی رو پیگیری میکنی، سرش میره تو سپاه. بنابراین تو نقطه صفر نیستیم. به علاوه ما که بحث انتزاعی نمی کنیم، در کل مملکت شایسته سالاری وجود نداره، از جمله در خود سپاه. مگه در سپاه شایسته سالاریه؟ اول شما تو سپاه شایسته سالاری رو حاکم بکنی، بعد بیان بگیم یه سپاهی تر و تمیز و آماده و حاضری را مملکت رو بدیم دستش. تازه اونجا هم قابل بحثه. سپاهی که الان سطح فرهنگ و دانششون در حد مستعانه، یه قابلمه ای رو میارن میگن که این ویروس کرونا رو پیدا میکنه، هواپیما رو به جای موشک اشتباه میگیرن و هواپیما رو میزنن. بسیار خوب. جان کلام آقای علی بله شوندن راه حل این هست که ما تخریب، یعنی متهم رو بنشینیم به جای قاضی تو مملکت. آقای امیر احمدی، اصل حرف آقای علیجانی اینه که اصلا چقدر نظامیان از قدرت دور بودن، کجای سیاست و اقتصاد ایران از عرصه نفوذ سپاه خارج بوده که حالا بیان و اونجاها رو هم بگیرند؟ بله، اولا چند تا نکته بگم. من همیشه از دولت نیمه نظامی صحبت کردم، نه نیمه سپاهی، نه سپاهی، نه حتی نظامی. متاسفانه دوستانی مثل آقای علیجانی عزیز خوب گوش نمیدن. دولت نیمه نظامی، دولت نیمه نظامی دولتیه که درش نیروهای نظامی به اضافه نیروهای تکنوکرات و فنسالار و غیره کشور رو میگردونن. حالا در رأس این دولت یه نظامی هست یا غیر نظامی یه بحث دیگریه، چون در یه دولت نیمه نظامی لزوماً یه نظامی در رأس کار، در یعنی رئیس جمهور لازم نیست باشه. در خیلی کشورهای دنیا نظامی ها کشور رو گرفتن ولی دادن رئیس جمهور رو کردن یه غیر نظامی، مثل همون اتفاقی که در میانمار برمه اتفاق افتاد، دادن دست این خانم با اینکه دموکراسی هم بود ولی کشور نظامی بود.
هر حال نکته که میخوام بگم، این نکته اولی میخواستم حتما آقای علیجانی توجه بکنه که من از دولت نیمه نظامی حرف میزنم، نه نیمه سپاهی، نه سپاهی، نه نظامی. دوم آقای علیجانی اگه دوت بکنه به شما بگه بنده کی هرگز از گفتم که سپاه باید کودتا بکنه، بنده هرگز دیگه وارد این صحنه ها نمیشم، مثلا میرم خونم میشینم. بنده گفتم که اگر یک کودتای نظامی در ایران علیه روحانیون بشه من ازش حمایت میکنم، ولی گزینه من نیست، گزینه من کودتا نیست. توی بیانیه آبان هم دقیق ما میگیم که ما تکیم روی مردمه، ولی میخوایم نیروهای نظامی از حاکمین جدا بشن و مردم بپیوندن و این جریان گذار رو انجام بدن. این هم نکته بعدی. و اما نکته دیگه دوست عزیزم، این دوستامون ببین دو تا حرف میزنن، از یه طرف به شما میگن که کشور دست سپاهه، بعد از یه طرف دیگه هم به شما میگن اوه نه خدا نکنه سپاه مملکت رو بگیره. بابا اخیر مملکت دست سپاه هست دیگه، نگرانی تو چیه از گرفتن سپاه؟ اگه نیست خب بشینیم در مورد اون حرف بزنیم. آقای علیجانی هم خدا رو میخواد، هم خرما رو، هم میخواد به ما بگه که کشور دست سپاهه، هم میخواد بگه امیر احمدی کودتا سپاه میخواد. مملکت دست سپاهه که کودتا اکنون انجام شده. آقای امیر احمدی اجازه بدید که همین نکته شما رو آقای علیجانی جواب بدن. آقای علیجانی بفرمایید. من آقای امیر احمدی سخنرانی میکنم، گوش نمیکنم. آقای احمدی گوش کنید، من صحبتمو با این جمله شروع کردم که هم ترسوندن مردم از سپاه عوام فریبیه و هم تبلیغ سپاه. شما اصلا سر و ته حرفتون معلوم نیست که یه دولت نیمه نظامی نیمه تکنوکرات سر کار بیاد. خب این دولت و همین حکومت میخواد سر کار بیاد، مگه تا حالا نبوده؟ مگه نصف کابینه احمدی نژاد نصف مجلس نظامی نبودن؟ آقای امیر احمدی شما ویدئو دارین، هر کی سرچ کنه میبینه. شما میگید 50 تا آخون مملکت رو اداره میکنن، نظامی اینا رو برکنار کنن با کمک مردم، این اسمش یا کودتا یا انقلابه. یه روزم که تابلوی من براندازم دستتون میگیرید. ولی الان ما داریم راجع به انتخابات در جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در انتخابات 1400 آدمای مشخصی که همه سرسپرده و مطیع و ذوبه در ولایت آقای خامنه‌ای هستن. شما دارید برای اونا نقش پاشنه کش رو ایفا میکنید، وگرنه ما یه بحث انتزاعی بکنیم یه روزی در ایران انقلاب بشه، نظامیان به مردم بپیوندن، این چه ربطی به انتخابات 1400 داره؟ آقای امیر احمدی خوب گوش کنید، نظامی ها شما کردن حمدالله اهل ترور و آدم کشی و آدم ربایی مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیستید. سپاهی ها الان فقط این یه دونه کار و کار بیرون سپاری میکنن. شما فکر نکنید سر و زبونتون رو به نفع سپاه به چرخونی سپاه طرفدار شما خواهد شد. آقای علی جانی ها آدم داره سوالی رو مطرح کردید، اجازه بدید که همین ها مملکت ایرانو به فلاکت کشوندن، تو سوریه، اقتصاد، تو ورزش، تو بانکداری، کجا رو میخوان شما دستید؟ آقای علیجانی اجازه بدید که آقای امیر احمدی به این نکته ای که گفتید پاسخ بدن. آقای امیر احمدی بفرمایید. بله، عرض کنم که میخوام یادآوری کنم آقای علیجانی توجه بکنن که از 42 سال حکومت جمهوری اسلامی 8 سالش حالا فرض کنیم کشور دست احمدی نژاد البته بوده و نظامی ها فرض کنیم اون کنار یه دولتی بودن، 34 سال دیگهش دست آخوندها بوده، از آقای خامنه‌ای شروع شد، هاشمی، رفسنجانی، خاتمی، آقای روحانی که دیگه مملکت رو به ته خط رسونده، یعنی واقعا خراب کرده همه چیزو. بنابراین یادآوری کنم که از 42 سال 34 سالش مملکت دست اون نیروهایی بوده که آقای علیجانی از اینا حمایت میکنه. نکته دوم، ما فکرمون خیلی روشنه، ما میخوایم حکومت مذهب از کشور برچیده بشه. ما مخالف ولایت فقیه هستیم، ما مخالف حکومت روحانیون هستیم، آقای خمینی هم همین رو با مردم گفت. اینم نکته دوم. و ما اعتقاد داریم نظامی ها در هر شرایطی از روحانیون برای حکومت کردن بهترند و در تاریخ دنیا. آقای امیر احمدی با چه تحلیلی میشه به این نتیجه رسید که یک دولت نظامی بیاد قدرت رو از ولایت فقیه بگیره یا از روحانیت بگیره، با توجه به همون توضیحی که آقای علیجانی دادن؟ نه.
اجازه بده یک لحظه فقط یه چیزی بگم، من نکته آخر رو میخوام. اولا بازم نه نظامی نیمه نظامی، به این دولت نیمه نظامی رو از طریق انتخابات ما میبینیم داره شکل میگیره. در مورد انتخابات 1400 من از مدت‌ها پیش بینی کرده بودم و داره درست در میاد که در این انتخابات نیروهای نظامی وارد میدون میشن و یک حکومتی که تشکیل خواهد شد نیمه نظامی خواهد بود. من دارم میگم که این جریان از طریق انتخابات داره اتفاق میفته، جلوی چش ما داره اتفاق میفته. آقای علیجانی میگه من نظریه میبافم، دوست عزیز من، داره اتفاق میفته. این دولت نیمه نظامی داره شکل میگیره. شما در جهت مخالف آب میخوای حرکت کنی بکن، ولی واقعیت چیز دیگه‌ایه. آقای علیجانی، آقای امیر احمدی اشاره میکنن که اگر هم دولتی نظامی بیاد بر سر کار یا حالا نیمه نظامی از راه انتخاباته. چقدر میشه برای این انتخابات اعتبار قائل شد؟ والا من نمیدونم آقای امیر احمدی راجب کدوم انتخابات و کدوم کشور حرف میزن. ما داریم راجب انتخابات 6 ماه بعد که حتی میان روهای نظامی هم دارن اخراج میشن داریم حرف میزنیم. آقای امیر احمدی تو این انتخابات پیش رو شما دارین جاده صاف کنیم، شما دارین الان جمله اصلیتون رو آخر صحبت گفتین که داره جلو چشم ما اتفاق میفته. یعنی همین انتخاباتی که مثلا آقای قالیباف دزد فاسد گازنبوری میخواد نامزد بشه ایدئال شماست، یعنی حکومت رو بدیم دست آقای قالیباف بیان رو زمین حرف بزنیم. ببینید اولا تو سپاه شایسته سالاری نیست، دوما اون نظامی ها چه سیاستی رو میخوان اجرا کنن. ببین نظامی ها تو ایران در طول تاریخ بله قربانگو بودن، با نظامی های پاکستان و مصر متفاوتن. ولایت فقیه از پشت نظامی ها و روحانیت رو از پشت نظامی ها بردارین، اینا فرو خواهم پاشید. شما حرفتون مثل این میمونه که ما برای نابودی شاه به ساواک پناه ببریم. بابا ابزار سرکوب ولایت فقیه از ابتدای انقلاب تا حالا هم سپاهی ها بودن. شما چگونه میخواد ما این سپاه هیمنه ی ولایت فقیه برداریم؟ به علاوه این که با کدوم برنامه این سپاهی ها چه برنامه ای دارن؟ نظم و انضباط برای اجرای چه برنامه ای؟ آقای امیر احمدی چه برنامه دارن؟ برای سیاست خارجی برنامه دارن؟ آقای علیجانی اجازه بدید که به یکی از نکته های اصلی که شما اشاره کردید بپردازیم. اجازه بفرمایید چون وقتمون خیلی کمه، خیلی وقتمون کمه، هر کدوم از آقایون یک دقیقه وقت خواهند داشت. آقای امیر احمدی، حرف آقای علیجانی اینه که شما از یک گزار حرف میزنید، ولی نظامیانی که حالا نصف دولت رو بگیرن و به تفنگ تکیه بکنن با چه اهرمی، با چه قدرتی میشه از اینها گرفت؟ این گزار چقدر واقعا تحققش واقع بینانه است؟ کوتاه لطفا یه دقیقه. بله، عرض کنم که اولا به تاریخ برگردید، به تجربه دنیا برگردید، به امریکای لاتین برگردید، به کره جنوبی، به پرتغال، به اسپانیا، هر جایی که میخواد، به اروپای شرقی، میبینید که گذار رو نظامی ها بهتر از غیر نظامی های دیکتاتور انجام دادن. به این تاریخ متاسفانه ما اصلا هیچ بحث تطبیقی و تاریخی در مورد این مسائل نداریم. این نکته اول. بنابراین مشکل این چیز عجیب و غریبی نیست. برای نکته دوم 30 ثانیه وقت داریم آقای امیر احمدی. بله؟ 30 ثانیه کمتر وقت داریم. بله. نکته دیگه، من میخوام بازم مردم ایران بدونن، دوستان بی بی سی بدونن، ببین دولت نظامی یا نیمه نظامی یا سپاهی اینا ایدئالای من نیستن. من آدم سوشال دموکرات ملتگرا هستم، همون چیزی رو میخوام که آقای علیجانی میخواد، اما در همین حالم یه آدم واقع بینی هستم، عملگرا هستم. میخوام کشور رو از این وضعیتی که میتونه درش اتفاق بیفته، جنگ و داخلی و خونریزی و فروپاشی، از یه طریقی نجات بدم. تنها راهی رو که من فکر کردم همینه که دارم میگم، این دولت نیمه نظامی از طریق همین انتخابات شکل بگیره، هم مسائل امنیتی خارج و داخلی رو با ایجاد انضباط و نظم شروع کنه تا بعد بتونیم ببینیم این کشور رو باید باش چه کار بکنیم. واقعیت اینه. تأکید شما بر انضباط. آقای علیجانی یک دقیقه. ببینید کشورهایی که آقای امیر احمدی عزیز مثال میزنه هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. نظامی ها در ایران افتخارشون و پشتیبانشون اطاعت از ولایت فقیه. اون چیزی که آقای امیر احمدی تسهیلگر و جاده صاف کنش خواهند بود کره شمالی خواهد بود. من این جمله رو تاکید کنم، آقای امیر احمدی، سپاهی ها هیچ کار سپاری بیرون سپاری ندارن. شما اون چند جایی هم که دست سپاه، تپه هایی که دیگه بوی سپاه رو نمیده، اون چند تا تپه رو تشویق نکنید به دست سپاه بیفته. شما از طریق نظامی های زیر دست آقای خامنه ای نمیتوانید علیه آقای خامنه ای کودتا کنید.
شما به نظر من به خوبی میدانید سیاست برای شما یه امر شخصی شده، ولی این امر شخصی داره به خیانت به مردم ایران منجر میشه. ممنونم از دیگه تمومه. ممنونم از رضا علی جانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، و همینطور هوشنگ امیراحمدی، استاد توسعه و رابط بین الملل از پرینستون، با پوزش به دلیل اینکه وقتمون خیلی کم بود. انتشار سویه یا نوع جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا باعث شده که دولت محدودیت‌های شدیدتری برای تعطیلات کریسمس و سال نو وضع کند. تصمیمی که بر زندگی بیشتر از 20 میلیون نفر در انگلیس و ولز اثر می‌گذارد. به گفته وزیر بهداشت بریتانیا، این نوع جدید ویروس کرونا باعث شده که میزان ابتلا به شکل غیر قابل کنترلی بالا برود، هرچند شواهدی در دست نیست که خطرناکتر از انواع قبلی باشد یا واکسن کرونا بر آن اثر نکند. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. لندن، مرکز شهر. این موقع سال که می‌شود، در خیابان‌های مرکزی جای سوزن انداختن نیست. تا همین دیشب همه به دنبال خرید کریسمس بودند که بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که ما از نوع جدید ویروس و خطراتش به دست آوردیم، در کمال تأسف باید بگویم که نمی‌توانیم برنامه کریسمس را آنطوری که قبلاً پیش‌بینی کرده بودیم اجرا کنیم. در انگلستان افرادی که در سطح 4 هشدار زندگی می‌کنند، در کریسمس نباید با افرادی خارج از خانواده خود رفت آمد کنند. هجوم مردم به ایستگاه‌های قطار پس از اعلام خبر محدودیت‌های جدید. دولت از نیمه شب برای جلوگیری از گسترش گونه جدید ویروس کرونا در بخش‌های بزرگی از جنوب شرقی انگلستان از جمله لندن محدودیت‌های تازه‌ای وضع کرده. حالا میلیون‌ها نفر امسال باید کریسمس را به شیوه دیگر برگزار کنند، بدون برگزاری میهمانی و دوره همی‌های معمول. گونه جدید ویروس کرونا به گفته محققان بریتانیایی سرعت انتقال بیشتری دارد و در 2 هفته گذشته باعث شده آمار مبتلایان افزایش قابل توجهی داشته باشد. در لندن حدود 1 ماه پیش 28% موارد ابتلا به کرونا ناشی از گونه جدید ویروس این بیماری بوده. اما حالا این رقم به بیش از 60% رسیده. ویروس به صورت دائم در حال جهش است، ولی این گونه جدید 32 بار تغییر کرده. بیشتر این تغییرات مربوط به پروتئینی است که ویروس آن را می سازد. این تغییرات به شکل غیر عادی زیاد است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این گونه جدید بیماری شدیدتری ایجاد می کند و آیا واکسن فعلی بر آن بی اثر است؟ شواهدی در دست نیست که نشان دهد گونه جدید ویروس کرونا نسبت به گونه قدیمی بیماری شدیدتری ایجاد می کند یا زمان بستری شدن بیمار را افزایش می دهد. تئوری هایی وجود دارد که به پاسخ سیستم ایمنی بدن به این گونه جدید شک کنیم، ولی تا به حال موردی مشاهده نشده که این مسئله را ثابت کند. در حال حاضر همه محققان بر این عقیده اند که واکسن می تواند بر این گونه جدید ویروس هم به اندازه کافی اثر کند، ولی ما باید این را هم بررسی کنیم و در نظر داشته باشیم. حالا برخی از کشورهای اروپایی مثل هلند، ایتالیا و بلژیک پروازهای ورودی از بریتانیا را محدود کردند و تعدادی مانند آلمان و فرانسه هم به صورت جدی در فکر اعمال محدودیت‌ها برای مسافران بریتانیایی هستند. در آن سوی اقیانوس آرام، توزیع ناعادلانه واکسن بین ایالت‌های مختلف آمریکا صدای فرمانداران برخی ایالت‌ها را درآورده. ارتشبوت گوستاو پرینا، مسئول توزیع واکسن بین ایالت‌های آمریکا، حالا به اشتباه خود اعتراف کرده و گفته مسئولیت این تصمیم را بر عهده می‌گیرد. من از فرمانداران و مقام‌های ایالت‌ها، اگر این اتفاق باعث شده که در نحوه تصمیم گیریشان اختلالی وارد شود، عذرخواهی می‌کنم. در ایران و در بلندترین شب سال، مسئولان بهداشتی نگران بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا هستند. ستاد ملی کرونا اعلام کرده که در تمام شهرهایی که وضعیت نارنجی دارند، عبور و مرور خودروها از ساعت 8 شب تا 4 صبح ممنوع است. در شبانه روز گذشته 177 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند و ممکن است میهمانی‌های شب یلدا این آمار را در آینده افزایش دهد. امسال شب چله با سالهای دیگر فرق دارد و ممکن است خیلی ها مجبور باشند به صورت مجازی به دیدار عزیزان خود بروند. کاوه مشکات، BBC.
آخرین شب یلدای قرن شبیه هیچ شب یلدایی نیست. از یک طرف محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا جلوی برگزاری شب‌نشینی‌های این مراسم رو گرفته و از طرف دیگر گرانی‌ها سفره مردم رو خالی‌تر کرده. با این شرایط حال و هوای این مراسم امسال در ایران چگونه است؟ فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. شب یلدا شب عشق و شب شور و ترانه. امسال اما خیلی خبری از شور و شوق مراسم یلدا نیست. از یک طرف کرونا محدودیت‌ها را بیشتر کرده و مردم را خانه نشین، از آن طرف هم گرانی‌ها سفره‌های یلدا را کوچک‌تر کرده. با اینکه رفت آمدها به بازار همچنان ادامه دارد، سرکشی قیمت‌ها چیزی نیست که به چشم نیاید. ملت معروف چی ندارن؟ بودجه ندارن. خیلی وضعیت خراب شده. پول ندارن که بخوان آجیل رو بخرن. خرج از چیزی که اضافه نمیاد. مثلا خب باهاتشون برنجشون، ماهشون، گوشتشون. اول اولویت به اونا است، بعد به آجیل چیزای دیگه هست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، افزایش قیمت مواد غذایی به خانواده‌ها فشار زیادی آورده. تنها میوه و خشکبار در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته بیش از 65% گران شده. با این حساب، با این گرونی‌ها قیمت یک سفره یلدا چقدر برای یک خانواده تموم میشه؟ بیاییم با هندونه شروع کنیم. هندوانه از پارسال تا امسال افزایش قیمت دو برابری داشته و کیلوی 4500 تومان به فروش میره. در بازار قیمت هر کیلو انار 35000 تومنه و هر کیلو خرمالو 20000 تومن. برای سیب باید حداکثر کیلوی 19000 تومان حساب بکنید و نارنگی هم کیلوی 17000 تومانه. اما آجیل با کیفیت متوسط مخصوص شب یلدا هولوحش 180 هزار تومان در میاد و اگه بخواید در سفرتون یک کیک ساده متوسط هم داشته باشین، بسته به اینکه کجای شهری، تقریبا باید 80 هزار تومان براش پرداخت کنید. با جمع کردن قیمت تمام این خوراکی های سفره یلدا میشه به این نتیجه رسید که چیزی هولوحش 350 هزار تومان هزینه یک یلدای ساده برای یک خانواده ایرانیه. با اینکه قیمت ها ماه هاست که افزایش داشته، اما چرا در هر مناسبتی مثل یلدا بالاتر هم میرود؟ این افزایش قیمت خاص به طور معمول با فقدان برنامه ریزی در ارتباط هست و همینطور معیوب بودن ساختار نظام توزیع کالا و خدمات در ایران، که این معیوب بودن و این سنتی بودن ساختار تجارت که با همراه بودن حلقه های فراوان دلالی ها یا به طور معمول با روش های قدیمی این بخش اداره میشه در ارتباط هست و توان تأمین این محصولات و کالاهای پرتقاضا در این مقاطع خاص رو و رساندن اون رو به دست مصرف کنندگان با قیمتهای معمول و متعادل رو نداره. امسال اما به جز گرانی، محدودیت‌های ناشی از کرونا هم یلدا را از رمق انداخته. مجلس بود، عروسی بود، خدا شادی بده، عزا بود، ولی الان دیگه نه مجلسی، نه عروسی، نه چیزی. مقام های وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا از هفته قبل در مورد شب نشینی های یلدا هشدار داده بودند. آنها نگران جهش دوباره آمار قربانیان کرونا هستند. یعنی نمیشه یه تعداد زحمت 90-95% مردم رو بیان عرض شود خدمتتون، نادیده بیانگارن و آتش بیاندازن در نیستان مردم. حتما برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. اما بعضی موضوع رو خیلی جدی نمیگیرند. شب یلدا رو استثنا امسال ما داریم دیگه. چرا؟ خطرناکه. خطرناکه، خیلی رعایت میکنیم. با وجود تب و تاب یلدا در بازار، این طرف در بیمارستان ها عده‌ای با کرونا دست به گریبانند. خواهش میکنم ازتون امسال کاری کنین که یلدامون شروع یک بلوا نباشه. شاید ویروس کرونا حسرت برگزاری آخرین مراسم شب یلدای قرن را به دل خیلی ها گذاشته باشد، اما از دست دادن عزیزان به خاطر این بیماری داغی است که هیچ وقت جبران نمی شود. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. اشاره شد که برگزاری یلدا در ایران و خیلی از جاهای دیگه دنیا بدون مشکل نیست، ولی اینقدر که این جشن جذابه،
با همه مشکلاتش مردم سعی میکنن به شکلی در یلدا شادی کنن. ما هم سعی کردیم که در این قسمت از 60 دقیقه یک برنامه یلدایی داشته باشیم. همه چی داریم ولی انار نداریم. همه چی هست الا انار. سب کن آقا جمال، انار آوردم براتون. پنیرزاده اینجاست. اصلا چی شد که انار تبدیل شد به یک موضوع خیلی مهم در یلدا؟ آقا جمال سوالای سخت از من نپرس، در ادامه برنامه حتما از کارشناسا میپرسیم. یه چیزی واسه خودم سواله، میگه هندونه کی اومد سر سفره یلدا؟ که زمستونه، هندونه میوه تابستونی. حالا بعدا در ادامه برنامه از کارشناسا میپرسیم. با ما باشید. ما جشن یلدا در ایران و البته ایرانی های خارج از ایران هم بیشتر امسال از راه دور دارن این جشن رو برگزار میکنن. خب به دلیل همگیری کرونا است که خب از طریق مجازی هم خوبه. من آقا جوانم با فاصله نشستیم. ما این بخش رو با یک کار یلدایی هنرمندی در ایران شروع میکنیم. سلماز نراقی نویسنده و هنرمند میان رشته است که در سالهای اخیر بیشتر روی ترانه سرایی و نغمه پردازی برای کودکان متمرکز شده. او در کارش متکی به سنت هزاران ساله قصه گویی تک نفره باساز. دونه انار یکی از کارهای خانم نراقیه که با هم دیگه می‌بینیم. دونه انار آوردم واسه شب تار، آوردم واسه شب تار، دونه انار و نغمه ستار آوردم. من چش امرون هندونه خندون و تخمه یافتاب گردون، دونه 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 یه انار رو بردم من. چله بزرگ تا اومد نشست، بچه کوچیک رفته ها رو بست، سوز برف و سرمای دی رسید، گربه رفت و لای پتو خزید. و خونه جمعن یک جا، بچه ها باشو بیدارن پا به پای مامان و بابا، با فال حافظ و رویای فردا با ساعتی که میگه این شب بلند یلداست یلداست. سلماز نراقی بود از ایران. ولی یلدا در سالهای اخیر در خارج از ایران خیلی بیشتر از قبل تجلیل میشه. یک دلیلش فعالیت‌های ایرانیان و فارسی زبان‌هایی که یلدا رو دوست دارن. بریم سراغ خبرنگاری که یکی از پربیننده‌ترین کانال‌های آمریکایی کار میکنه و برای یلدا هم سنگ تموم گذاشته. حالا با خودش درباره شب یلدا حرف میزنیم، ولی اول یه ویدیو از تلاش‌های او برای شادی بخشیدن به محیط کارش ببینیم، اونم به سبک ایرانی. مثل بارونی تو دل مهمونی، دلم و دلم و دلم میمیره واسه تو که جونی. تو این شب یلدا که نمیشه فردا، دلم و دلم و دلم میره با تو تا ته رویا. آخه شب یلدا های هنی دیوانه یه بوسه شنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش هم میاره، میشه بوسه های تو که هم نداره هم نداره هم نداره. آخه شب یلدای منی ساشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، میشه روسای تو که جنس یاره جنس یاره جنس یاره.
شالی زمردی مجری برنامه‌های خبری صبح در فاکس 5 از سندیگو کالیفرنیا با ماست. خانم زمردی، چه علاقه ای به یلدا و چه علاقه ای به فرهنگ ایرانی؟ از کجا میاد این همه انرژی؟ خیلی خوش اومدید به برنامه‌مون. بفرمایید. حالا مرسی که دعوتمون کردی. تبریک میگم به همه شب یلدا. اول قبل از که ما این برنامه رو یه ذره راجع به خونمون و جشن یلدا رو هر صحبت بکنم، من فقط عذرخواهی میکنم، من ایران به دنیا نیومدم، آمریکا به دنیا اومدم. دفعه پیش که من رفته بودم ایران 4 سالم بود، ولی با وجودی که من ایران نرفتم، بچه بودم، عاشق فرهنگ، غذای، موزیک ایرانی هستم. به به، این علاقه شما از کجا میاد خانم زمردی و این اقلامی که پیدا کردین؟ اون پشت میبینم که همه چی دارین. اینجا تو لندن هم لوازم ایرانی خب خیلی هست، ولی سندیگا هم اینطوریه یا سخت پیدا شده؟ نه اصلا سخت پیدا نمیشه. خیلی از دوستامون این انارا رو میبینی که از سر سفرم چیزایی که اینجا هستن، خیلی از دوستان برای من میفرستن، ولی همه خیلی دوست دارن این جشن نوروز. و ما خیلی توی الان 12-13 سال توی فاکس نیوز ما هر سال نوروز ما میگیریم. امسال و پارسال هم یواش یواش هم شروع کردم که یلدا رو به مردم یاد بدم. خیلی دوست دارم اینو. انقدر ما چیزایی توی اخبار متاسفانه بد میبینیم، چیزای قشنگ ایرانی رو من خیلی دوست دارم به مردم اینجا یاد بدم. آخ گفتید که توی اخبار ما غیر از خبرهای بد و کرونا و چه میدونم جنگ و انفجار هیچی نداریم. این فرصت واقعا فقط همین جشنهایی مثل نوروز و یلدا و شب سال نو مسیحی و اینجور چیز هست. جالب اینه که در سالهای اخیر شما گفتید خیلی تلاش کردید که یلدا رو معرفی بکنید. نوروز خیلی معرفی شده، حتی در کاخ سفید هم سفره هفت سین پهن میکنن الان. در مورد یلدا میشه گفت که چنین آینده ای رو میشه براش در آمریکا متصور بود؟ 100%. هرچی ما بیشتر راجبش حرف بزنیم، مثل من خیلی از دوستامون که الان توی اینستاگرام و سوشل میدیا منو دنبال میکنن، خب فارسی بلد نیستن. منم تصمیم گرفتم توی سوشل میدیا زیاد من فارسی حرف نمیزنم، به خاطر این دلیله، به خاطر دوستای من که خب فارسی بلدن، یلدا رو میدونن، نوروز رو میدونن، قرمه سبزی رو میدونن، رقصای غیر رو میدونن. ولی الان باید ببینید چقدر خارجی ها جون رو میگن، غیر رو میگن، هپی یلدا رو داره به من تبریک میگن. اینو من انقدر دوست دارم مردم داره یاد میگن. همینجوری ما بیشتر راجبش حرف بزنیم، خب مردم هم نوروز رو میدونن. مثل همه توی سر کار من فکر کنم یلدا رو اشتباه کردم با نوروز، به خاطر نوروز وقتی که میاد اینا صف میبندن میرخصن که از من عیدی بگیرن. حالا اینا فکر کردن یلدا هم همین جوریه. از هفته پیش انقدر اینا رقصیدن فکر کردم من با پول تازه حالا پیدا میشه بخوام به اینا عیدی بدن. ولی همین که اینا اینو دوست دارن، یلدا رو الان داره یاد میگیرن، نوروز رو میدونن، اصلا عشقمه، عاشقشم. آفرین به شما خانم زمردی، واقعا با این همه انرژی که منتقل میکنه، من الان اگه بخوام به آقا جمال رو برقصونم نمیتونم. شما چطور این همه خارجی ها رو میرقصونم؟ من استعداد این کار رو ندارم. من فکر کنم یه آهنگ بذاری آدم، اینقدر من باور دارم که انرژی پخش میشه. من خودم صبح ساعت 3 صبح پا میشم میرم سر کار. 4 تا بچه دارم، 9 سال، 7 سال، 4 سال و 20 ماه. خیلی هم توی سوشل میدیا منو فالو میکنم، آقا شید اسمش هم گذاشتیم کپتین قلدو رو، شماها دیدین. عشق بیدار میشم 4 ساعت در روز. من از شما همین کارمون is the same. ما راجب درد مردم داره حرف میزنیم، راجب غم مردم داره حرف میزنیم. من سعی میکنم تو اون لحظه، همکاران بعضی هاشون هم خیلی بد اخلاقن و یا نمیخوان، صبح میرم سر کار میگن صبح بخور، صبح بخیر، ولی یه آهنگ میذاری آدم شروع میکنه اینجوری رقصیدن، خب آدم غیرش میگیره. نه بله، من خیلی وسوسه شدم آقا جمالی، آهنگ برات بذارم، خیلی بد دقت این خودمون بعضی موقع میبینم مردم یه ذره غمگینن و ناراحتن، من به اون دوستای من پشت میگم یه آهنگ خوب برای من بذار، همه شروع میکنم تمام انرژی عوض میشه. من اصلا عقیدم همین کارو الان بکنیم. من پیشنهاد میکنم که به همکاراتون بگید که
وقتی که عید میشه ما عیدی میدیم، ولی وقتی که یلدا میشه حتما ازشون یه چیزی میگیریم. ببینیم واکنششون چیه. الان میخوای آهنگی بذارید؟ میشه؟ بله شما که همین لحظه اگه بذارید یه چند ثانیه. من فهم میکنم خانم زمرده انتظار دارن که ما بذاریم. ما میذاریم یه آهنگ میذاریم. یه آهنگ میذاریم. آهنگ داریم بذاریم؟ آهنگ متاسفانه نداریم ما الان بذاریم. ولی ما آهنگ شما رو همون اول پخش کردیم که همه رو به رقص آوردیم. آره همون آهنگ رو، اگه من اون آهنگ رو ندارم الان متاسفانه پیش خودم ندارم، ولی یه آهنگ بذاری همه رو الان من غیر میار. هر جایی هستی، هر جایی دنیا هستی، هر ناراحتیایی داری، برای یه لحظه اونا رو فراموش بکنی. دعا میکنم که روزای بهتر برای هممون بیاد. شما نقدن برقصید، ما آهنگ رو بعدن پخش میکنیم، الان نداریم. آقا جمال باز ما رو داد به نسیه فرستاد به بعدن، ولی من قول میدم که خودم این آقا جمال رو جلو دوربین برقصونم، این وعده رو حتما عملی میکنم، ولی دفعه بعدش رو. خیلی ازتون ممنونم که اومدیم به برنامه. متشکرم، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. و اما انار خانم زمردی هم چند نمونهش رو به ما نشون دادن، اونم از انواع خیلی خوب و با سلیقه عالی. ما هم یه مقدار داریم. یکی از خوردنی‌های پرطرفدار در شب یلداست میوه‌ای که خاستگاهش ایرانه و به همین دلیل در فرهنگ این مردم ریشه دوونده. بهرام گرامی که در ایران، لبنان و کانادا در رشته گیاهشناسی تحصیل کرده، کتابی داره درباره گل و گیاه در شعر فارسی. خبرنگار ما سام فرزانه از او خواست تا 7 ویژگی گیاهی و ادبیاتی انار رو بشماره. البته من به 4 تا اشاره کردم. 1. انار در مناطق نیمه خشک و نیمه گرمسیری به خوبی رشد میکنه و همه متفق القول هستن که خاستگاه انار ایران بود. 2. نام گونه انار گراناتوم هست که در زبان لاتین به معنای دانه هست. در انگلیسی هم بهش میگوین پومگرانیت، یعنی پوم که معنای سیب هست، یعنی سیب پردانه. 3. پوست انار کلفت و نوع چرمی هست و این سبب میشه که داخل میوه رو به خوبی حفاظت میکنه، به طوری که ما میدونیم میوه انار رو در شرایط حتی گرمای اتاق میتوانیم هفته ها یا ماه ها نگه داریم. وقتی هم که انار رو پاره میکنیم میبینیم هنوز دانه هاش آبدار هستن و در یخچال که حتی از یک سال هم بیشتر. 4. چه میوه انار و چه پوست اون دارای مواد رنگی هستن، حتی گلش هم همینطور، و در نساجی و قالی‌بافی ازش استفاده میکنن، حتی در نوشتن مصریان قدیم روی پاپیروس با رنگ انار می نوشتن و معتقد هستن که زایل نمیشه و پایدار هست. 5. از منظر عارفان ایرانی دانه های انار که کثیر هستند درون یک میوه وحدت پیدا کردند. مولوی به خصوص جا به جا به این مطلب اشاره کرده که میگوید وقتی به هم میفشری، وقتی اینها به صورت اساره در میان، وحدت پیدا میکنند. و یک بیت هم در اینجا داره که میگوید انار شیرین گر خود هزار باشد و گر یک، چو شد یکی به فشردن دیگر شما سپاس. 6. تشبیهات ادبی انار هست. یکی اینکه لب و دهان تنگ رو، کوچک رو به دانه انار تشبیه کردن. میگوید مرا بگوی در آن ناردانه بدونیم، چگونه تعبیه کردی درسته در یتیم. تشبیه دیگر این هست که قطرات اشک رو، اشک خونین رو به دانه انار تشبیه کردن. بر هر موجه خونی که مرا در تن بود، چون دانه نار بر سر سوزم بود. 7. میوه انار بیشتر در گذشته بر روی درخت سر شاخ ترک می‌خورده، در اصطلاح می‌گویند می‌کفیده، و اناری که این صورت ترک خورده بهش میگن انار کفیده یا کفته در شعر فارسی. و تشبیهات بسیار شده. یکی از تشبیهات خیلی متداول این است که دل عاشق رو که خون شده از دست معشوق و شکسته، اون رو به انار کفیده تشبیه میکنن. اینجا ما یک
بیتی دارم از سعدی، شگفت نیست دلم چون انار اگر بکفی، که قطره قطره اشکم به ناردان مانم. و اما احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه، منتقد و مورخ ادبیات فارسی با ما هستند. آقای حکاک خیلی خوش اومدید به برنامه. اول اگر میشه برامون یه خود توضیح بدید که اینکه شعر اینقدر در بزرگداشت شب یلدا جایگاه برجسته‌ای داره و پیدا کرده از کجا میاد؟ آقای حکاک اینجا. بله متشکرم. نه تنها در شب یلدا شعر، اصلا در قلب و ذهن فارسی زبانان رخنه کرده و همه جا هست و خب اینقدر درباره یلدا هم شعر سروده شده که درباره شب یلدا که واقعا سر زبان هر کسی است، بنابراین شعر اصلا می شود گفت به قول آقای کیارستمی عذاب از دست شعر اصلا، میدونی یعنی شعر ما رو احاطه کرده انگار. چقدر یلدا ظرفیت تبدیل شدن به یک جشن جهانی رو داره؟ بله البته میفهمم که شما چرا میگید یلدا، در حالی که من فکر میکنم باید بگیم شب یلدا، همچنانی که چهارشنبه سوری رو الان نسل جدید میگن، ولی باید شب چهارشنبه سوری باشه وگرنه یه چیز بی‌معنی میشه، چون سه شنبه شب جشن گرفته میشه. شب یلدا به این دلیل که خیلی نامبارک اتفاقا و خیلی نحسه، در نتیجه از نظر تاریخی به همین دلیل دور هم جمع میشدن، غذا میخوردن، شبچره در حرف میزدن، نشر میخوندن، نقل میگفتن تا زمانی که خورشید بیرون بیاد. یعنی فلسفه این قضیه این است که این درازترین شب ساله و در نتیجه باید کسانی کمک بکنند که خورشید از پس این شب زاده بشه. این است که شب یلدا در خودش چیز نامبارکی است، ولی اون جشنی که میگیرند، اون باهمی که ایجاد میشه و اون کمکی که مجازن فکر میکنن دارن به خورشید میگن که از پس این شب ظلمانی بیرون بیاد، اون باعث میشه که اینها دور هم جمع بشن، شب یلدا جشن گرفته بشه، یا به اصطلاح امروزی ها شب چله. آقای حکایی اشاره کردیم به این شب چله کردن و این خوردنی ها و چیزایی که برای سفره شب یلدا ایرانی ها فراهم میکنن، این المان ها از کجا اومده؟ این که انار میذارن، آجیل میذارن، یا حتی هندونه که میوه تابستونی سر سفره یلدا میاد، اینا نشونه چیه و کجا اومده؟ اتفاقا همین، این که شما میگید هندونه که واقعا میوه تابستانی است، به همین دلیل، یعنی در تابستان هندوانه و خربوزه و انگور رو میگیرن و بعضیا آونگ میکنن، یعنی آویزان میکنن از سقف مثلا مطبخشون یا هر حوضخانه‌شون یا جایی که دارن، تا بمانه برای اون وقتی که دیگه این میوه ها وجود نداره، میدونید. یعنی ما امروز این رو درست ممکنه متوجه نشن نسل‌های جدید، چون همیشه همه میوه‌ای وجود داره به دلیل تسهیلات فراهم کردن و حمل و نقل میوه از جای از سرزمین به سرزمین دیگر، ولی روزگاری بوده است که میوه نوبرانه ای داشته و بعد فصلی داشته، اون فصل میگذشته و دیگه اون میوه پیدا نمیشده. به همین دلیل شب یلدا وقتی که هندوانه و خربزه و انگور و انار رو میگذارن کنار هم، یعنی زمستان و تابستان میوه های صیفی و میوه های شتوی همه دور هم جمع میشن تا این سال بزرگ رو بزرگ بدارن. آقای کریمی حکاک، از شعر شروع کردیم، با شعر هم به عنوان حسن ختام تموم بکنید، به انتخاب خودتون اگر شعری ترجیحاً از حافظ بخونید. البته خب حافظ خیلی جا خونده میشه و به عنوان تفعول هم خونده میشه، من اعتقادی بهش ندارم، ولی شعرخوانی همیشه فرصت مغتنمی است. شعری که من براتون انتخاب کردم از غزلی است از حافظ، بر سر آنم که گرز دست برآید، دست به کاری زنم که قصه سراید. منظر دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که برآید. بر در ارباب بی مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به درآید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و چه در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل برآرد.
قفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. خب این شبی به شب یلدا میخوره، یعنی این شب زمستانی که باید پاسداری کردنش تا زمانی که خورشید روز بعد طلوع بکنه. میدونید آغازه های اساطیری و آغازه های تاریخی هم داره البته شب یلدا یا شب چله یا اینها، ولی خب مقدمه است در زمستان برای تحمل این سرمای زمستانی که امروز ما اونقدر حس نمی کنیم، ولی در گذشته خیلی بیشتر حس می کنیم که ابزار گرم کردن خودشون خیلی کمتر بوده. در نتیجه ما اینجا خیلی حس می کنیم لندن خیلی سرده. کاملا درست می گید. الان نه تنها اون، بلکه این یلدای این کرونا برای خودش یلدای دیگری شده که امیدواریم اینم زودتر بره و خورشید روزگاری بدون این ویروس منحوس. متشکرم. بسیار ممنونم از احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه، منتقد و مورخ ادبیات فارسی، و ممنون از این شعر زیبا. متشکرم از شما. ممنونم. اما گروه موسیقی دستفشان هم ترانه یلداتر از همیشه رو به مناسبت شب یلدا خوندند و برای ما فرستادند. شد آتیشت کو ای دل دل دیوونه، شهنامه رو بخون یار، یلدا شد این شب تار، یلدا شد این شب تار. ترانه بود از گروه موسیقی دستفشان، یلداتر از همیشه. قرار بود که با سرپرست این گروه هم صحبت بکنیم، با خانم زهره عشقی از تهران، که متاسفانه تماس ما برقرار نشد. ممنونم از همراهی شما. شب یلدای شما بخیر. شب یلداتون بخیر.